سیزگین تانریکولو، نامزد پارلمانی حزب جمهوری خواه خلق، در دیدار با تجاران شهر دیاربکر از شکست 30 ساله حزبش در انتخابات در این منطقه عمدتا کردنشین صحبت کرد. حزب جمهوری خواه خلق نه تنها از کردها فاصله گرفت، بلکه به عنوان یک حزب سیاسی در مورد مشکلات اساسی آنها صحبت نکرد و حتی مباحثه منفی هم نسبت به آنها داشته است. ولی به اساس پالیسی های ما تحت رهبری رئیس این حزب به این نتیجه رسیدیم که باید آنها را شناسایی کنیم و با آنها همبستگی نشان دهیم و برای مشکلات اساسی آنها راه حلی پیدا کنیم. CHP یا حزب جمهوری خواه خلق، حزب بنیانگذار جمهوری ترکیه یعنی مصطفی کمال اتاترک است که به شدت مخالف قیام‌های کردها بود و آن را سرکوب کرد. آخرین درگیری کردها روی موضوع حقوق اقلیت‌ها بود که برای آن می‌جنگیدند، ولی حزب جمهوری خواه خلق عمدتاً در موارد نقض حقوق بشر و مخالفت با درخواست‌های حقوق اقلیت‌ها چیزی نگفت و سکوت اختیار کرد. اما تحت رهبری این حزب کمال قلیچدار اوغلو که حالا یک رقیب ریاست جمهوری نیز است، این موضوع گیری ها تغییر کرد. نظرسنجی ها نشان می دهد که قلیچدار اوغلو حمایت اصلی حزب طرفدار کردها در منطقه را در نامزدی ریاست جمهوری نسبت به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه به خود جلب کرده است. تانریکولو باشنده دیاربکر و کاندید پارلمان است با عنوان یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر در این شهر، حتی از حمایت افراد بدبین حزب خود نیز برخوردار است. رأی دیاربکر واضح است. نظر مردم خیلی روشن و واضح است. با اینکه او با حزب جمهوری خواه خلق یک جا است، ولی اهل دیاربکر است و از هر خانواده یک رأی به او میرسد. قسمی که برخی از ناظران می‌بینند حزب جمهوری خواه خلق فرصت واقعی برنده شدن در انتخابات پارلمانی از منطقه کردستان را دارد، اما برای تانر اوکلو این سفر طولانی بوده است. تحلیلگران می‌گویند که به دست آوردن کرسی‌های پارلمان در دیاربکر و دیگر شهرهای منطقه عمدتاً کردنشین، سیطره حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب چپگرای سبز طرفدار کردها را شکسته و در نتیجه باعث تغییر چشم‌انداز سیاسی در ترکیه خواهد شد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.